شروع کردیم در جلسه قبل. این آیه شریفه سوره مجادله بود. آیه شریفه سوره مجادله در این رابطه خوانده شد که برای دفع وسواس در تمام جهات، یعنی چه وسواس در اعتقادات، چه وسواس در احکام، چه وسواس در اخلاقیات که معمولاً این دومی و سومی مورد نظره، ولی ریشه همه اینها رو عرض کردم برمیگرده به وسواس‌های اعتقادی. حالا خواهیدم دید اعتقادم که میگم نه استدلال کتابی، اعتقاد یعنی اون تشویش اعتقادی که در درون انسان روش نمیشه کسی بگه، ولی تشویش اعتقادی واقعا داره. من خاطرم میاد همین تقریبا دو سال پیش تو همین جلسه بود به مناسبت ایام محرم روزه کردیم، من دایی آمد و خواند و اینها، یکی از همین عزیزان خیلی با خجالت با شرمندگی اومد من گفت من جایی سوال بدم. چه سوالی من؟ گفت اصلا اشکم رسید اشکالا نمیاد، علت همینه که من نمیدونم با واسه چی برای من گریه کنیم. حالا اون همه وقت بالاخره بزرگواری با همه شخصیت مقام فلان فلان، حالا با بدترین وضعیت شهید شد. خب با از این مصیبت ها تو دنیا زیاده، گریه هم نمیدونم. اینش ما میگیم شک اعتقادی که آدم روش هم نمیشه کسی بگه. وقتی بعد من توضیح دارم برایشون، خیلی برایش جالب بود، حالا به مناسبت یاد شد برای شما میگم. اما عرض من بیشتر از این جهته، شک درباره خدا، شک درباره پیغمبر، شک درباره امامت، شک درباره صفات الهی، اینها رو عرض میکنم که کتاب خوندن حلش نمیکنه. اینها همون وسوسه های شیطان. اینا رو ما چگونه باید حل کنیم؟ یکی از راههایی که دفعه گذشته گفتیم که عمده راه هم از انصافا توسل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. در احوالات بزرگان ما زیاد داریم شخصیت هایی بودن که گاهی خود بعضی هاشون شخصیت های برجسته فلسفی بودن، شخصیت های برجسته فقهی بودن، در خاطراتشون می نویسن که ما شک هایی برای اون به وجود می اومد که شک می کردیم که آیا نجسی یا پاکی، شک های اعتقادی سخت. در این حال خودش اهل استدلال بود، می گفت هر چی می خوندیم حل نمی شود. بعد می گوید متوسل می شدیم به اهل بیت عصمت طهارت، بخششون در مشهد متوسل سید شهدا، بخششون در عتبا که حل بشه و حل میشه. میخوام بگم این وسوسه ها رو عرض میکنه. شاهد در این آیه شریفه بود. آیه شریفه که خدمت رو فهم عرض کردم، دو تا بحث در آیه شریفه بود. یکی اینکه کسانی که در به آستان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سر فرود میارن و متوسل به اینها میشن، دو اتفاق براشون میفته. اتفاق اول این است که کتب فی قلوبهم ایمان، خداوند ایمان رو در قلبشان مستقر میکنن. ببینید از همون مقدمه که عرض کردم این معنا برای عزیزان روشن میشه که مراد از کتبه در اینجا نه کتبه استدلالی، کتبه یک شخص بدون استدلال ایمان قلبیش به تعبیر قرآن عین الیقین یا حق الیقینش. البته مرتبه پایین ترش علم الیقین هم قرآن صفه میگذارد، ولی این علم از سنخ علم استدلالی نیست، چون در آیه شریف دارد که لترون عین علم الیقین ثم لترون عین الیقین. این علم الیقینش در هنگام مرگ برایش ظاهر میشه، عین الیقینش در هنگام قیامت ظاهر میشه. در هنگام مرگ انسان استدلالاً که ایمان به عالم آخرت نمیاره که این یعنی در واقع آنچنان به تعبیر امام امت در کتاب سر و صلاتشون هست، گویی که این دیگه در مرز این واقع شد. یعنی شما بالا برید پایین بیاید میگه من ولو که نتونم استدلال کنم این علم از من گرفته نمیشه. ما به این میگیم علم و یقین. یه تعبیری فلاسفه دارن در بحث اتحاد عاقل و معقول و عقل، یا اتحاد عالم و معلوم و علم. میگن اون اتحاد عالم و معلوم و علمی که در اینجا گفته شده اون علم الیقینه، یعنی علمی که برای انسان ملکه شده، و الا علوم معمولی که اتحاد بین علم و عالم و معلوم ظاهر نیست، چون معلوم مشخصه، عالم مشخصه، علم مشخصه، از هم تفکیک شده است. حتی برای اختلافی توی این بحث ها، ولی میخوام عرض بکنم علا ای حال این علمی که میگیم اصطلاحاتش با شما رو با مشترکات لفظیش اشتباه نکنه. خب پس به این نتیجه رسیدیم. آیه اول میفرماید اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، یعنی اینها به واسطه اظهار محبت یک اثر این است که آنچنان یقین علمی
در مرتبه بالاتر عینی برایشون ظاهر میشه که در این اعتقاد به توحید، اعتقاد به امامت، اینها درشون مستقر میشه. ثبت فی قلوبهم الایمان، کتبه یعنی ثبت. لذا گفتیم کتاب به معنای مکتوب، لذا ثابت در اینجا کلمه و معنی مثبوت. حالا مثلا حالا مثبوت که درست نیست بگیم، یعنی در واقع مثبت بگیم، یعنی ثابت شده، اینجوری مستقر. نکته دومی که بیشتر میخواستیم تکیه کنیم روش و بحث ما این بود، همین آیه شریفه فرمود و ایدهم به روح من. این گفتم از دو قسمت هایی است که معرکه آرایی بین مفسرینه و انصافا مفسرین درش نظراتشون انقدر مختلفه که اگر شما بخواید تعداد آرا رو بگید به تعداد مفسرین نظری است. در این میان گفتیم یه بحث لغت شناسی لازم بکنیم در روح، ببینیم آیا میتونیم همه این نظریات یا لاغت بخشش رو با هم جمع بکنیم. بحث گرامون روح میشون بنده فشرده تکرار میکنم که یک مروری از بحث گذشته داشته باشیم که برای رفقا چون بحث پیچیده است، خیلی پیچیده، در این حال بسیار پر ثمر و پر کاه در قرآن، بسیار به این جهت گفتم که یک تکرار میکنیم. ببینیم از که در گذشته داشتم این بودی در لغت روح، اولین بحث این است که آیا این روح اجلت واویه یا یاییه، یعنی در واقع اصل روح ریه هست یا روح هست. در واقع عمدتاً گفتن روح از روح واویه، در نتیجه روح از روح هست. خب اگر از روح واوی باشه به معنی آسایش، در واقع روح که میشه راحت، اصل معناش به معنی آسایش، گشایش، راحتی، خوشی، فسحت، این معنی. بعد دیدیم که تقریباً همه اهل لغت که بنده چند تاشو میسازم این دفعه از کتاب مقایس اللغه هست که من خدمتتون از کتاب مفردات راقب عرض کردم که تصریح میکنم، بقیه رو هم عرض نکردم، ولی مطمئنا کتاب لسان العرب که منظورم نهایون به هم، یعنی البته مقایس قدیمی تر از همه هست، یعنی تقریبا مال قرن چهارم هجریه، لسان العرب تقریبا مال قرن، اگه اشتباه نکنم مال تو ذهنم نیست دقیقا، ولی حدود 89 باید باشه. خود صاحب لسان العرب یعنی ابن منظور تصریح میکنه که من کتابم از چهار اهل لغت گرفتم. بعد اسامی کتاب هایی که میبره از تحصیب اللغه اسم میبره، از سه های جوهری اسم میبره و دو کتابی دیگه آقای با سوی جاهدن مقایس هم باید باشه. و هر صاحب نظر اینه که این صاحب مقایس خیلی مورد احترام بوده. مقایس اللغه هم مقید وقت کتاب های لغت یک لغت رو میگه اول معنای اصلی رو بگه، مادی اصلی رو بگه. ایشون تصریح میکنه که روح اصل معناش هم با ریح میخواند هم با روح میخواند، یعنی ریشه اصلی روح ریح است. بعد ایشون بلافاصله خودش میگه، میگه من رو دار فکر کنی اگه من گفتم ریشه اصلیش از ریح بوده منظورم این است که اجوف یاییه، یعنی ریح هست. نه خیلی، ریح هم از جای وابیه. بعد خودش استدلال میکنه میگه چون ریح در اصل ریح بوده، واب قلبه ما قلبه کسره قلبه به یاشش بشه. این برای ما مهم نیست، این برای ما مهمه چه رابطه بین روح و ریح وجود دارد. اگر ما بپذیریم معنای اصلی روح همون ریحه، گفتیم ریح رو ترجمه میکنن به نسیم ملایم، یک وزش ملایم. حالا این وزش ملایم گاه در معانی مادی به کار میره، میشه همون وزش ملایمی که پیام آور به اصطلاح حیات و آرامش و خنکی و به حضورتون عرض شود که ترقی و این هاست، حیات و که عرض کردم این هاست. چرا؟ توضیح میدن و دیگه به کتاب های مفصل لغت مراجعه کنید که میگن وقتی که این وزش ملایمی باشد گرد افشانی ها به وجود میاد، کشتی ها به حرکت میفته، به حضورتون عرض شود که با ابرها جا به جا میشن، اصلا گاز کربونیک و اکسیژن در مناطقی که اختلاف وجود میاد جا به جا میشه، گرما و سرما در مناطق مختلف، در هم مسئله اینه اگه واقعا در هم کیهون خودمون دیگه در نظر بگیریم دیگه، سه روز جریان ملایم باد نباشه اون اتفاق وحشتناک، نمیدونم
هوا چطور میشود و گاز کربونی چی میشه و فلان و فلان که بعدن. یعنی این چیزای خیلی پیش پا افتاده واقعا اثرات عجیب حیاتی داره. خب اما برای ما بحث در معنویات، بحث در مادیات نیست. در معنویات میگوین خوب دقت کنید، در بحث اصلی بنده از اینجا شروع شد که وقتی که یک جریان ملایمی در جهت کمالی موجودات حرکت میکنن ما اسمی میذاریم ریح. اما این جریان ملایم از ماده موجودات که تعبیر فلسفیش گفتم میشه و حرکت جوهری. این آقایون اهل لغت این حرفا رو نمیزنن دا، ولی وقتی بازگردان میشه در تعبیر به اصطلاح عقلی میشه و همون حرکت جوهری. یا شما بگید نه این حرکت جوهری اصطلاح ملا صدرا بوده، بگید بسیار خوب قسم شما میذاریم حرکت به اصطلاح ماده اولا با اخذ کردن صورت‌های گوناگون پشت سر هم به سمت کمال، که عرض کردم صورت‌ها به صورت لبس بعد از لبس است، نه خلع بعد از لبس و لبس بعد از خلع. این اصطلاح فلسفی به این معناست که در این جریان صورت‌های گوناگونی که شی می‌گیرند این طور نیست که این صورت قبلی را اخذ بکند صورت بعدی را بگیرد. به عبارت دیگر جماد صورت خودش رو، جمادی رو از دست بده صورت نباتی روش بیاد، اینطور نیست، بلکه صورت نباتی روی جمادی میاد، صورت حیوانی روی نباتی میاد، صورت انسانی روی. اما باز اشتباه نکنید، این رو معمولا تو کتابهایی که تخصصی نیست اینطوری می‌نویسن، انسان گوسفند را می‌خورد در نتیجه صورت حیوانی به صورت انسانی تبدیل میشه. اصلا این طور نیست، گوسفند که انسان داره میخوره جماد شده، گوسفند زنده رو که انسان نمیخوره که، یا گوسفند که نبات را میخورد نبات نبات که نیست، گوسفند میخوره نباتی که با دندان میکنه از زمین میخوره جماد شده. مثال دقیقش همون انصافا همون تعبیر جناب ملا صدراست، یعنی سیر جوهری که اینها در مدارج تکون جنینی تا اون صورت اخیرشون در شکم مادر شکل. یعنی مثلا نبات از اصاره جماد استفاده میکنه کم کم صورت نباتی پیدا میکنه، حیوان وقتی که تکون جنین شکل میگیره اول نباتیه بعد حیوانیه، انسان هم که اوتری به اولاد اول نباتیه علقه و مسقم بعد حیوانیه که حالا اسمش واسه نداشته باشه، بعد میشه حیوان در دوره چهار ماهگی. بنده فقط آدرس رو عرض میکنم رفقا مراجعه کنم، جلد دوم المیزان که حتی ایشون خودش از اصول کافی نقل میکنه، جلد دوم المیزان در زیل این آیه شریفی میفرماید وَلَّذِي يُصَبِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، در زیل این آیه ای روایت مفصلی ایشون نقل میکنه، تو این روایت تصریح داره که روح‌های مختلف در چه چند ماهگی بچه در رحم مادر او دمیده میشه تا اونجا که می‌فرماید در چهار ماهگی روح انسانی به فرزند دمیده میشه. پس بنابراین این که میگوید لبس بعد از لبس اینجوری خود علقه میشود حیوان، خود اون صورت حیوانی که آره اسم نداره یا اگه داره بنده نمیدونم میشود انسان چهار ماهی. خب اصل حرف از اینجا شروع شد، آیا با این سیری که انسان در صورت‌های مادی میکند و فرمود سبه اسم ربک الاعلا الذی خلق دقت کند فسوا ثم قدر فهدا، این فهدا عنایت کرده به ستای قبلش نه به آخری، یعنی خلق و هدا، هدا الى تسویته فسوا ثم قدره و بالکل هدیناه اجمعین، یعنی حدا فی مرتبت خلقهی ثم فی مرتبت تسویتهی ثم فی مرتبت تقدیرهی. پس خداوند گویی تمام اینها را دارد دائما تکمیناً هدایت میکند. خب این هدایت با چیه؟ با روحهایی که به صورت یک نسیم، در واقع وزش ملایم جوهری که همون حرکت باشه در وجود ماده اولای اینها تا میشه ماده ثانیه، ثالثه، رابعه، همینطوری میاد تا بالاتر. خب اصل سوال ما اینه
که وقتی انسان به وجود آمد در صورت انسانی آیا هدا تمام می شود؟ خیر. به عبارت دیگر روح انسانی که دمیده شد ترقی تمام؟ خیر. در حیوان آری، در نبات آری، در انسان خیر. تازه اول حرکته. اینجاست که شما می‌بینید روح مثالی، روح قلبی، قلبی که هم مثال میشه، روح عقلی و روح روح. وقت روح روح این اصطلاح میشه بعد روح 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 همین طورتان که بالاتر که این تعبیری که میبینید دیگه اسم نداره، میگوید سر، سر و سر، سر مختفی به سر. اینا هم در واقع میشه بعد مراتب لا نهایه سیر انسان از مرتبه نباتی و حتی قبلتر او تا مرتبه دیگه، هر مرتبه که برسد، مرتبه خلافت اللهی به تعبیر قرآن یا انسان کامل، مرتبه ولایت هر چیکار اسم بزنه. این لذا نگاه کنید که این تعبیری که در کتاب عطر تقریبا جامع این هاست. البته این تعبیر رو ما در مفردات هم می‌بینیم، ولی در تحقیق به تعبیر تقریبا ایشون سعی می‌کنه جامع بگاره. این که عرض میکنم ایشون تقریبا در اون معنای التحقیق فی معنى جامع من الروح این معنا رو بده. خوب دقت کنید، ایشون میگه ظهور، من ترجمه شده رو میخونم، ظهور و جریان امر لطیف. بید ظهور هم یعنی اینها به اصطلاح موضوعیت داره. حالا من این توضیح بدم. ببینید این که عرض کردم که ما اسم گذاری میکنیم روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، این سه مرتبه است، اما جریانه. در واقع سه صورت نیست، سه. مثلا بیدید من بذارید در مثال فیزیک عرض کنم. مثلا شما نکنید در تجزیه نور، وقتی نور از منشأ عبور میدید میبینید هفت رنگ در کنار هم میبینید. هفت رنگ نیست، میلیون رنگه. چرا؟ چون میلیون میلیون طول موجه. ما اومدیم اصطلاح کردیم اونی که چشم رو میبینه میگیم آقا طول موج حد فاصله بین مثلا آبی و قرمز رو ما خط میکشیم، میگیم این طول موج آبیه، این طولش قرمزه. لذا از پایین پایین که کمتر طول موج میگیم نکن، از اینجا به پایین دیگه نمیبینی میشه بنفش، بالاتر از قرمز هم نمیبینی میشه قرمز، ولی بالاتر از قرمز مثلا پایین تر از قرمز مادون قرمزه، بالاتر از بنفش هم مثلا ازش ماورای بنفش. اما این یه طیفه که هفت رنگ که نیست، اما چون ما تشخیص ندیم میتونیم بین بنفش و قرمز تشخیص بدیم. لذا میگیم نکن این حد فاصله، میگیم بنفش اینجا، قرمز اینجا، زرد اینجا، آبی اینجا، نمیدونم فرض کن سبز. اینا در روح هم یه طیفه. مثلا شما نکنید در باب حیوانات ما کرم خاکی هم میگیم حیوان، مرغ خانگی هم میگیم حیوان، الاغ رو هم میگیم حیوان، اسب هم میگیم حیوان. ولی شما بین هوش و استعداد درک کرم خاکی با مرغ خانگی با الاغی که مشهور به نفهمی تا اسب تا میمون یا دلفین ها یه حیوان هم توی دریا فرض فرمایید، این حالا مثلا این ماهی های کوچیکه اینا یه حیوان، یه طیف که آثار حیات درشون متفاوته. حالا شما این طیف در نباتات هم حتی میبینید، ولی در انسان کاملا مشهود. من این از اینجا درس کردم که این طیف در یه حد فاصل که مثلا میگن متحرک بل اراده است میگیم حیوان، ولی متحرک بل اراده بین کرم خاکی تا اسب خیلی متفاوته. در نبات میگیم مثلا فرض بدید که نامی، این نامی بودن خیلی متفاوته بین درخت سی تا یه مثلا فرض کنید خوشه گندم یا حتی یا حتی بین نباتات بعضی گوشتکارن که حساسن، یعنی یه شکل خارجی بهشون زده میشه بلافاصله اون دهنه بسته میشه، باز میشه، ترشح میشه، میشه ترشح معده از اون روید. عرضم این است که این طیف رو فقط اشتباه نکنن. حالا این طیف همونطور در نبات طیف کوتاهی در حیوان میشه، در انسان کون جامعه طیف بسیار گسترده است. دقیقا ما انگوش میمیزنیم. ایشون میگه ظهور، یعنی ظهور که میگه یعنی این طیف جریان روح که همون ریح باشد،
این جریان ریح که عرض کردم روح مصدر، روح اسم مصدر، حاصل مصدر روح یعنی که اندام اینجا دیگه راه یروح و روحن، یعنی این به گشایش و آرامش وارد شد تا فسحت پیدا کرد. نتیجه این فسحت چه می شود؟ یک روح، یک بینش، یک حیات جدید. لذایشون میگه ظهور و جریان امر لطیف و مصادیقش رو میگه، این اصل منو تموش، مصادیقش تجلی فیض، جریان رحمت، ظهور رحمت الهی، تا در مراتب عالیش جریان وحی و در مرتبه ولایت تجلی نور حضرت حق. بعدش تو ادامه میده چون توضیح که ارز کردن اینا رو شما به خوبی خودتون، لذایشون میگه که از آثار این جریان روح هست. ببینید میخواد ارتباط بده بین معنی مختلف مشتقات این لغت ها که میشود فسحت، سرور، فرح، راحتی، فرجه، سهولت، نجات و عزیمت که همه شونید معنی مختلف روح. بعد ایشون میگوید روح بس روی این حساب روح معنی مصطلح ها. حالا بریم وارد روح معنی مصطلح شد که اید همون به روح من. روح رو میگه مظهر ظهور و تجلی و افاضات الهی است. لذا این آیه شریفی که میگه و ایدهم بروح من، خوب دقت کنید عرض میکنم مثل دیانه اینا رو اگه بعدی که از قرآن اولئک که تلقی قلوب بهم ایمان و ایدهم بروح من، اینها رو با یک روحی حالا منش کار نکشته بشه به روحی تایید فرمود. خب روح در اینجا چه معنی خواهد داشت؟ با این توضیح که عرض کردم میگیم به این معناست که کسانی که سر تسلیم، سر اظهار محبت و به خصوص سر خضوع نسبت به بهره‌گیری از سفره اهل بیت فرود میارن، همون تسلیم و تعبد خودش موضوعیت داره. یعنی چه؟ یعنی بلافاصله با این تسلیم زمینه فراهم میشود که یک جریان توحیدی، یک جریان ایمانی در وجود اینها شکل بگیرد و به تعبیری که حالا ما الان در کل جوهری به کار بردیم استعداد اینها را در مرتبه بالاتر برای افاضات بیشتر قرار می‌دهد. لذا هر مرتبه که شخص استعداد بیشتر افاضه بالاتر. چرا؟ دلیل عقلیش چی است؟ چون ملع فیض از قابل معنا نداره، قابل دائما فضل علی البریه است. اگر فیض شخص کم میگیرد نقص در قابلیت قابله. قابل هر مقدار سر کرنش در آستان اهل بیت به تعبیر لا تجد قوما یؤمنون بالله که دنبالش برفت تا دل و رسوله که گفت توضیح دادم از راه برهان خلف وارد میشه. یعنی میگه تو هر مقدار تبری بیشتر باشه این نشانه این است که تولی بالاتره، تولی بالاتر استعداد بیشتر، استعداد بیشتر افاضه روح بالاتر. پس این تعبیر که آیه روحی داشتن بعضیشون که امیرالمومنین فرمودن طرف گفتش که نفس چیه، حضرت فرمودن کدوم نفس رو میگید؟ من گفت مگه چند تا نفس داریم؟ فرمود بله چند تا نفس هست. بعد فرمودن نفس نباتی، حیوانی، انسانی، بعد بالاتر نفس قدسی، نفس ناطقه قدسیه، بعد بالاترش حالا تو ذهنم روایت نیست که حالا نفس مثلا ملکوتیه تا اون نفس بالاترین که مخصوص ائمه علیهم السلام و رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است. این قرار هم بگیر از این سیر در واقع تو این مقاطع نشون میده که چه اتفاقاتی میفته. این مرتبه ما میگیم نفس ناطقه قدسیه، اون نفس مرتبه بینا بلا همش در روح دائم افاضه میشه و متقابلا روح گرفته میشه. مثلا میبینید حالا بحث امروز مونه، مثلا کسی که دوچار گناه میشه میفهمید که ثم قصد قلوب هم قصاد قلب چی؟ قصاد قلب این است که یا به تعبیر دقیق که خدا رحمت و استاد می‌فرمود که مرحوم علامه فهمیده همین نظری داشت، یعنی در واقع روی روح قلبی کدورت میاد. تعبیر هم بلان علا قلوبه هم و آیت زیاده. بعضی ها که معمولا متکلمین میگن نه اون روح قلبی گرفته میشه، شخص میمیرد. حالا ما به تعبیر رایج میگیم شخص میمیر، میمیر یعنی چی؟ یعنی اون روح توحید گرفته میشه.
لذا این روحی در این جریان هست در واقع همون حرکت جوهری و به تعبیر دیگر همون وزش ملایم توحیدی است که آثار شما میبینید. آثار چی است؟ نگرش بالاتر، حیات بالاتر، لذا محمد امن کنه و ایتن فعیه اینا استجیبو لله بل رسول ازا دعاکم لما یوگیو و از این قبیل فرقا تا مرتبه حیات طیبه که میفهمید ان الابرار فی ان المغرف بله ان کتاب الابرار لفی الیین دقتون دار و ما ادراک ما الیون نمیگه کتاب ابرارا کتاب مقربین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهد و المقربون این مراتب احاطه روح بالاتر پایین داره که هم که ایشون با تعبیر گفت تعبیر فلاسفه از این مورد صدر رو نمیکنه برای دیگه همون احاطه‌ای که روح انسان بر بدن انسان داره من اراده میکنم دستمو تکون میدم و وقتی این اراده گرفته میشه دست لمس میشه اراده میکنم تکون میدم تکون نمیخوره همین تسلط رو روح بالاتر پایین تر داره و من از اینجا میخوام عزیزان خوب دقت کنم نمیخواستم بگم ولی حالا دیگه هم حواله برای شما من همین حواله رسوندم من که من قابل بشه این تو ذهنم خدا بوده که احاطه امام عصر ما علیه آلوف و تقید و سلام بر ما هم ما فکر نکنیم امام ما از ما قائبه من اعتقادم به یکی از بزرگترین اشتباهات ما هم اگر امام زمان حضور داشتن باید هم که حضور ندارن اگر در زیاراتشون نگاه کنید که جامعه کبیره هست یا تاره یاسین هست همه صفات امام بشون داد 10% از ما برداشته شده 80-90% آثار وجودی به این دلیل میخوام بگم اگر الان ما در زمان امام صادق علیه السلام بودیم و در محضر امام صادق علیه السلام میرفتیم ولی بهره معنوی نمیبردیم زمان پیغمبر اکرم بودیم که از این بالاتر میخواد خب در زمان پیغمبر اکرم کاری به ابوالهوا و ابوجهل ندارم اما در محضر پیغمبر اکرم مگه نمیشستن اما یکی استفاده میکرد مثل زید بن حارثه یکی استفاده میکرد مثل سلمان یکی استفاده میکرد مثلا خالد بن ولید یکی استفاده میکرد مثل توده مسلمان بس ببینید اگر ما بهره از امام زمانمون فکر کنیم الان چون قایبه نمیبریم این مثل این مونه که کسی بگه در محضر پیغمبر اکرم کسی میشنه همون حرف پیغمبر اکرم میاد پیغمبر که میدن همه مساوی بهره بردن هیچ وقت اینطور نیست جابر جوفی رو شما نگاه کنید دیگه جابر جوفی در محضر امام صادق علیه السلام این بقول علیه السلام خودش نقل میکنه که حضرت به من روایاتی فرمود که بعد روی خدمت امام صادق علیه السلام هستم من از پدرتون روایات رو دارم که این بیاقا توی سینه من به تعبیر معاقلا میجوشه چیکار کنم اجازه بدید بگم از این فرمایند لعنت خدا و لعنت ملائکه جای تعبیر خیلی تون داری نه نیست ملائکه هم دنبالش هست نه لعنت خدا رو داره بر تو که اگه نهار اضافه کنی اگه خیلی بهت میجوشه سر تو چاق بکن برای چاق بگو پس پیداست فرق بین جابر جوفی حتی بزرگوارای دیگه ایست از صحابه یه جلیل القدر امام صادق علیه السلام حالا برای چی عرض میکنم برای اینکه الان که ما در صفات امام هست میخونیم ساست و لعباد خزنت و علم الله معدل و وحی الله خب این خزنه علم الهی یعنی احاطه دارد علم امام به علم ما پس اگر من توی ذهنم از امام زمانم بخوام جز علوم توحیدی نیاد بکنم یاد و خدای نکرده قطع بشه و این آیات امام عصر ما و وسوسه های شیطان بجون بیاره لذا این عید آن برگوه نه دنبالش هم بخونم خدمتون خیلی حرفه با ولی من نگاه میدم ایداد میفهم بس که تکرار رفتی گوهش شد 8-20 دقیقه شد بسیار بعدی نرسید ولی شما دنبالش رو نگاه کنید میفرماید و اید همون به روح من بعد میفرماید و یود خلو هم جنات تجلیم تحت الانهار خالدی نفیان حالا یه وقتی ما معنی ظاهر میکنیم که من اعتقاد هم نمو ان معنی ظاهر رو عدول نکنیم ولی حالا پوشش هم بهتون میگم معنی ظاهر هم میزگاه شریک این کار میگم که آنها را داخل میبرد پروردگار در بهشت هایی که در تحت این بهشت ها انهاری جاریست و دائمان هم نداریم بهشت ها هستند خالد نفیان
بعد فهمید رضیت الله خواهد خدا از اینها راضی. این چه مقامیست؟ قطعا به دنبال مقام روح است. یعنی اینها همینطور که این روح حیات در اونها دمیده میشود دائما در واقع مرضی الهی هستند. ولی فهم میکنه رضایت که پروردگار از جناب سلمان داره تو مراتب پایین تر تو از پیغمبر اکرم رضا میفرمید رضیت الله عنه در مرز کردن و رسوان رسوان در کنار رضیت الله چیه؟ مناسبت نداره. بنده کیه که بخواد بگه من از تو راضیم؟ خدا. به تازه نمی اومدم اتفاق نمی افتاد. آیه رو نگاه کنید رضی الله عنهم اولئک حزب الله. خدا از اینا راضی کافی بود. اینا اینا حزب خدا هستن. رضوان برای چی؟ این دقیقا میخواد تکیه رو همین معنا کنه. یعنی اینها فهم و شعورشون به واسطه این جریان روح به اونجا میرسه که میفهمن در مقام در محضر حق در کجا قرار دارن، خدا در چه رتبه از اینها راضی است. لذا اینها بهشون غرور دست نمیده، به اینها تکبر دست نمیده، چون در مقام مخلصین هستن. مرتبه پایین‌ترش هم بازن اصلا بسان بفهمد که خدا از اون راضی است. که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری اگه اشتباه نکنم که میگن با تحت الحنکش نعلین کفش مرحوم سید مهدی بحرالعلوم پاک میکن، میگو پدر و مادرم به فریاد باشه من تو رو برد بگو تو چی کردی که اینقدر خدا بهت مقام داده. هم که آدم بفهمه من چی کار کردم خدا اینقدر مقام داده خودش خیلیه که آدم اون کار بیشتر بکنه لاغر. مرزم این هست رضی الله و انام و رضو من یه وقت به همین معنی هست که اونا راضی هم نام راضی هم. خب این دو طرف معنی نداره به خالق و مخلوق. ما دو طرف قرار اونم در این مقام که طرف خودش بنده محض میکنه. لذا دارد که اولاکه حزب الله حزب ما هستن در لغت اصلا در خدای لغت به من هستا حزب یعنی یک مجموعه به هم تنیده. اولاکه حزب الله یعنی اینا که ملیتی کهشون باقی نمونده، اینا که تایید روح الهی دنبالشون هست به هر کس که نگاه میکنن در واقع همون روح حق در اون میبینن. لذا اینها دست به دست هم میدن که همه با هم دارن کنن نا حزب الله هست. وقت از اینجا اون نکته ظریف من که عرض کردم حسش بکنید حالا بهش اضافه کنید این چقدر معنای لطیفی پیدا میکنه. و ایده هم به روح من که عرض کردم شما یا من رو من نشریه میگیرید یعنی روحیست که از او آغاز شده است. خیال نکنید این روح روحیست که از نبات و حیوانه، این روحیست که از اوست. معنی دیگه من میگم در زمان وقت خودتون دنبال کنید که میشه گرفت. ولی علاقه یه حال شخصیت این روح میخواد مثل همون که اینطور و نفخت و فیه من روحی. این که من نفخت و فیه من روحی اگه فهم بشه و نفخت و فیه روحی کافی بود. این اضافه من در واقع شرافت و عظمت این روح رو میخواد برسونه که این روح یالله که روح نباتی روح حیوانی با این روح مستقل. مثال بزنید من یه مثالی بزنم خیلی انسان هر چی میخواد عظمت این معنا رو برسونه یعنی به شما برداره من که در توانم بیشتر از این نیست. مثلا نگاه کنید اون آیات سوره مزمل خداوند میفرماید که ای پیغمبر قصه نخور. اینا هر چی چرت و پرت میگن بذار بگم ذری بر مکذبین قول نعمه بذار بیام پلو من بهشون میگم چیکار کرده اجماع زرنی یعنی ولشون کن رها کن اینا ولی مکذب واقع مفعول معدی گیرید یعنی زر مکذبین معی اینجوری. خب قرضم به اینه و امهر اون و محل اون قلیلا یه مدتی فقط در دنیای شیلنگ تختهی بندزن در بیام پلو ما حالیشون میکنیم که چیکار کرده تمام. این دقت این به عبارت ها اِنَّ لَدَيْنَا
انکالن و جهیمن و تعامن زا قصتن و عذابن علیم. به این آیه میتونست اینجوری بفرماید انکالن و جهیمو و تعامن زا قصتن و عذابن علیمون لدینا. درست هم بود، اصلا قاعده همینه، اصلا باید میتونی گفته میشود. چرا؟ چون مبتدا باید مقدم بیاد، خبرش باید مؤخر بیاد، تازه ظرف باید بعدش بیاد. اینجا هم جمله اولا ظرف جلو اومده، ثانیا جمله آغاز شده با جمله اسمیه با اون متأکید، یا بگید ان لدینا، یعنی اینجوری هست ان کان لدینا انکالا و جهیما فلا. اصلا اینجا الان اینجا بشه که انکالا و جهیما، بلکه نظر میشه به این هست این جمله فعلیه در بشه جمله اسمیه. جمله اسمیه ثبوت و استقرار رو بیشتر میرسونه. ان تأکید، لام تأکید، لدینا ظرف مقدمه بر مبتدا تأکید. چرا این اهمیت ها؟ برای اینکه بگیم این عذاب از منه با خب کیه نمیدونه از توی این پروردگار؟ میگه نه، این مکذبین چون قلب پیغمبرش هستن من نسبت های خیلی زشت دادم، بینن پیغمبر از منه، من این دوام مفهوم مخالف میگیرم پس با من طرف هم بدونن این عذاب ها پر منه تو جهنمه بینن پر منه عذبت عذاب این لدینا. اون وقت نگاه کنید انکالم دهنبن دهنت بل بود، حالا دهنبن بل میزنیم هرچی دهنت دلات پیغمبر گفتی دهنبن بل میزنیم. جحیم قلبت مارامل از کسافت بود، از تنگیب نظری، از فوش، همین قلبت اونجا میشه آتش. اینجا کیف میکردی؟ قضا بهت میدید سراسر خار، اصلا خودش خاره. چون میدونید تمامن زا، زا رو بعضی ها اسم اشاره گرفتن، اقلا هم اسم اشاره گرفتن، هم دستان نقرد اینا رو گفتن برای چی؟ برای که شما که در همه جهات وقتی خدا خیلی دیگه میخواد به کسی فوق العاده محبت کنه یا فوق العاده خشم رو خودش نشون بده به خودش نسبت میده. حالا اینجا میفهمد و احیده همون بروه مه در حالا که مه میتونست نیاد بردود از آیه حالا بسرید این چقدر من عوض میشه در حالی که تمام روح ها از خداست. مگه خدا به نبات افاضه روح میکند مال خدا نیست؟ مگه خداوند به حیوان؟ ولی اونا ارزش نداره که خداوند بخواد به خودش نسبت بده. روحی که به انسان دمیده میشه و انسان از مرتبه انسانی حتی به نفس ملکوتی تبدیل میکنه این ارزش داره بگه این تو منتصره به منی. لذا من روز اینجا یه خاشیم برم از رفقا چند نفر تا بار پیش اومده بود نامه نمیشتن که آقا ما عمری داریم کار میکنیم علم میکنیم فهم میکنیم نه دریچه باز شد نه فلان. عزیزان من همینقدر شما خودتون رو قرار بدید در معرض روح الهی که خدا بگه این در خونه ما اومده روح باید بهش دمیده بشه، نظرین روح از جایی دیگه بهتون دمیده بشه. مطمئن باشید همونتون کافی. یه حرف خیلی زیبایی در لسان اهل الله هست که خیلی هاشون میگن، مثلا برای نمونهش بخواهم بهتون بگم صاحب مناظر سائرین کیه گفتیم خواجه عبدالله. این اینجا خواجه عبدالله داره میگه اون کسانی که پیتر خونه خدا میان دعا میکنن خیال میکنن دعاشون زمانی مستجاب میشه که دعاشون مستجاب شد، این طور نیست. اینا رو آدم های کوتاه فکر توی فکر میکنن ما بد فکرمون بریم بالا. میگه اون کسی در خونه خدا اومد اگر دعاش مستجاب شد نازلترین مرتبه عنایت حق. چرا؟ چون یا جز به کسان هست که خدا دوست نداشتن باشین صحبت کنن لذا تا هر از دردتن یعنی بگیر بیشتر از این حرف نزن. مثلا مثل یه سگی که بزن در خونه یه اوغو میکنه صداش ناراحت میشه اون یکی زمین دست بیده دیگه صداش ناراحت هم کرد مستجاب شد اوغوش. این نازلترین مرتبه است، هیچ دلیل تقرب شخص نیست. میگه یه مرتبه شده است که مستجاب میشه ولی اون برای خط بهتون میدم
این مرتبه بالاتر و این بالاتر از اون خود دقیق که امکان نداره که بفرماید امن یجیب المستحق حساب دعا و یک شخص امکان ندارد بفرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب امکان نداره. عبادی هم اینجا منظور عبادی خاصی نیست، خدا رحمت به مرحوم الله باره، میگه اینجا عبادی هم این بنده های من، مثل میگم میگیم سگ من، گربه من، در خونه من، فرش من، عبادی بنده ای که خود یه چسبون به من تمام شد. فضا سعده که عبادی اندی فرینی قریب فضا میگوید عجیب و دعوت دا، نمیگن مثلا فرض کنم عجیب و دعوت نمیدونم مستر عجیب و دعوت فرض کنم مؤمن و دایی ازا دعانی دعانی از من بخواه. بعد ایشون میگه پس قبول کردی امکان نداره دعا رد بشه، پس چجوری؟ میگه همونقدر که به تو اجازه داده شد در خانه خدا و من حرف بزنی همون بالاتر این مقام. بسیار کسانی که لا یعزن و لهم لا یعزن و لهم فیعتذرون، حتی بهشون اجازه عذرخواهی داده نمیشه، اجازه توبه داده نمیشه. این در مورد قیامت نیست، من در یه اصل کلی رو که خدا رحمت به من مولا متعالی دائم میفرمون میفرمودن این اشتباه بزرگی که ما آیات قیامت رو فقط بکنیم تو قیامت، نه عمده آیات قیامت روح دنیا داره برای ما بیان کنیم. این دایی نداره خدا وقت قیامت نقدر برای ما بگوین 30% آیات قرآن در مورد قیامت تقریبا یا تو بیشتر دا. خب قیامت رو میاد میبینیم دیگه، وقتی هم که برای ما اتفاقی نمیفته اینجا از آیت قیامت گفته بشه چه ضرورت داره این آیت قیامت گفته بشه؟ نه اینطور نیست، روح دنیا آیات قیامته. لذا این آیه شریفه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، ما خیال کنیم در قیامت نه همین الان داره دائم گفته میشه بعد لمن الملک الیوم دائم هم جواب داده میشه بعد لله الواحد القهار و برسول الله جمیعا. الان برسول الله جمیعا من و شما کور هستیم متوجه نمیشیم و الان ما همون در محضر حقه یا ما توبل از سرائر الان هم توبل از سرائر اوه اون موقع برای همه الان برای اوهد مرزم اینه. اگر اینطور بود وقت این آیه شریفه که در باره قیامت هستش که میفرماید مؤمنین وقتی در محضر حق قرار میگیرند در صحرای محشر اون وقت میفهمند که آیا اجازه بهشون داده میشدن با خود صحبت کنند بر اهل جهنم میخوان عذرخواهی کنند، میگن و قالو یا مالک ادعو لنا ربک ام فلان، یعنی با خدا یا نمیتونن حرف بزنن یا تکبرشون اونجا اجازه میده لذا خازن جهنم میگه برای بقیه لای و زن لای و فیلت هزرون. خب این واقعیتش در دنیاست، شما نگاه کنید خیلی را یه اون زندگی میکنن اصلا به فکر توبه نیستن، فکر توبه هست توفیق پیدا نمیکنه، شب احیا میشه خوابش میگیره، مجلس سید و شهدا میشه میگه چقدر گریه کنیم، یا میره تو مجلس حال نداره. یعنی همین دیگه، لذا این ایشون میگه همین که به تو اجازه دادن در خونه من بیای همون اول استجابت، یک ثانیه تو به میزانی که داری صحبت میکنی پیداست که مستجابی. چرا؟ باز دریا گناهی داری اول نزی یقبر توبتن عباده و یقفر سیاد، اول توبه خداست بعد توبه تو. تاب الله علی فیتوب، من دارم میگم که لذا این بحثم از روح مخصم به اینجا آوردم که اگر رضی الله عنهم و رضو عن هست این رضو عنش برای ما مهمه، الا پروردگار که راضی است ما باید ببینیم کجا قرار داریم. لذا خودمون در معرض علافی ایام دهرکم نفحات این فی ایام دهرکم نفحات علافت رب است، باد داره میاد خود در معرض قرار میده. کشتی نشستگانی ما در کشتی اهل بیت نشستیم، ای باد شوقی برخیز باد بیاد یا
که باد ما راه بیفته. تو کشتی بیشی تا باد بیاد، تو کشتی نشسته باشی باد بیاد چه خاصیت داره؟ من این رو عرض میکنم که از اینجا رفقا میدن و ایدمون به روح من زوم مراتبه به اسلام مقوله به تشکیکه. هر کس در هر مرتبه‌ای که روح بیشتر به او دمیده میشه پیداست که معیدتره. رضا رضی الله عنهم و رضو ان اینا باید متناسب با هم باشه. هر مقدار که رضا پروردگار بیشتر باشه این پیداست که رضایت بیشتری درایش میکنه. تا به اونجا که دیگه بین اون چیز با بینیم رضا اون آیه شریفه رو من اونجا رسی بودم خدمتون فتح کنیم چی هست؟ یا ایفا نفس رو مطمئن نه ارجعی را به تا راضیت هم مرضیه. این درسته که هر دو وصف وصف نفسه، یعنی بسی خیلی جورت کردم بگم مرضیه وصف نفس، راضیه وصف نفس نیست، مرضیه وصف نفس. چجوری؟ روی این من نفع کنیم این چجوری میشه؟ درسته به حسب ادبی درست نیست ولی به حسب معنا خیلی معنای بلندتر میشه. همین معنا رضی الله عنه و رضو عنه. حالا برای یاد بند حالا علای نهیز برای همون مفلمون، مفلمون خود اصلا از فلاح میاد. فلاح درسته معنی رستگاری ولی معنای اصلیش رستگاری نیست. این تصریح میکنه در کتابهای لغت چون ما نگاه کنیم مفردات یا همین تحقیق که اصلا میگن فلاح یعنی کسی که در زمین رو با کاشتن دانه میشکافد و مفله یعنی کسی که در واقع این فطرت توحید خودش رو افلح شکافت اظهار کرد به فسحت آمد. لذا اولئک هم المفلحون هم زمین شهر بگیرید هم اولئک اسم اشاره یعنی اینهایم قطعا اینهایم اینا اولئک هم عنایت دارید یا کنید من اینها رو میگم باید تو ذهنم اولئک هم یا کنید اسم اشاره به دوره در حالی که بفهم من تلک هازا یا اولا این اولئک اسم اشاره به دور برای کسانی با این شخصیت عظمت و تفخیمشون رو برسونید. اینهایی که مؤید به روح الهی هستن بدانن که این فطر آنها هستن قطعا که این فطرت رو شکافت باز کرد لذا به فسحت وارد شدن به تعبیر صاحب تحقیق به سرسبزی و شکوفایی و اینها وارد شدن. این خلاصه یک اشاره گذرایی بود وقتم باز گذشت دیگه ببخشید 5 دقیقه من تو از وقتم گذشت مثلا حواسم باقش به ساعت نبود نسبت به مسئله روح و این حرفا. لذا خلاصه اگر ما مصداقا روح رو ملائکه میگیریم درست است چون ملائکه پیام آور حیات الهی هستند مدبر امر. اگر روح رو معنی روح القدس میگیریم درست، اگر روح رو معنی حضرت عیسی علیه السلام میگیریم درست، ولی این همش مصداقه. شما معنای اصلی حتی روح ما روح انسان. لذا این تعریف آیه روحی گفتن حرف جالبی بود اخی حرف مصداق اهل کلام و اهل فلسفه است که میگوید ما نفس میگیم، قلب میگیم، فؤاد میگیم، روح میگیم، فرض فهمید روح میگیم. اینا معانی گوناگون همون سیر کمالی انسان. ما تقسیم بندی های سلیقه ای البته با بیشتر هم واقعی جده اینا معمولا قرآن مثلا مرحوم چیز خود امام در شرح بر فسوس دارن در خود فسوس البته با تفسیر بیشتر یعنی قیصری در شرح فسوس این اسامی رو تقریبا حدود 7-8 معنا رو از قرآن میاره همش هم دلیل قرآنی براش میاره ولی به نظر میاد با سلیقه‌ای باشه دیگران معنی دیگه کردن ولی این اسامی گوناگون مراتب روح رو به هر صورت مراتب فسحت لذا ایشون در اونجا داره میگه هیچ معنی نداره ما به جماد هم بگیم روح جمادی داره چرا میگه قرآن خودش میگه روح جمادی داره آیهش رو خوندم براتون دیگه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون قالوا لم شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتقن یا بگویید انتقن کل شی نمیگه انتقن نبات انتقن حیوان یعنی خداوند من رو گویا کرد او خدایی که همه موجود گویا کرد خب موجودی که روح ندارد مگر میتواند گویا باشه از قداس همه موجودات روح دارن اما این روح مراد چی از همین سیر در واقع فهم شعورشون تا مراتب
عالی‌تر. حالا علی حال این مطلب رو عرض کردم که اولا بهانش آیه شریفه سوره مجادله بود، ولی انصافا از نکاتی است در کل قرآن رفقا وقت می‌گردن بحث عمیق است که این در خیلی از جاها این معنای لطیفی که پیمان کردن می‌بینن چه معنی برجسته‌ای خواهد داشت. حالا تقدیم بود که این دفعه باز تموم نشه، دفعه آینده بنده ادامه‌ی استفاده چیزو میگم وسواس رو نسبت به موارد خاصش به خصوص نشالله اگه توفیق بشه تا آینده. بازم تکرار می‌کنم جلسه بعدی ما انشاءالله 15 دیگه دوشنبه از ساعت 5 ملاقات شد. با قرار به آخر محمد و محمد بسمت بیداریم ما را از وسائس شریعتی جمعی و انسی محفوظ بگرد. خدایا ما رو جز اون کسانی که به اونها قابلیت داری که علیمیت ها علیه السلام نظر خاصی به اونها به نمایم قرار بدیم. خدایا اگر ما قابل نیستیم به حق این ماه پربرکت به حق سال این ماه ما رو قابل بگردان که نظر عنایت سید و شهدا به ما بشن. خدایا دعاهای ما اگر ما کمتر از این هستیم که مستجاب دعای تو بشود، خدایا امام حسن را آمینگوی دعاهای ما قرار بده. خدایا ما را شرمنده علما، شهدا، حقداران و به خصوص امام عصرمون در صحرای قیامت قرار مد. خدایا به خصوص در شب اول قبر و لحظه جان کندن ما را از وسواس شیاطین جنی و انسی محفوظ بگرد. خدا را طول عمر با عزت برکت و صحت و عافیت به همه ما عنایت بفرما. خدایا ایام دهه فجر است. خدایا این ملت به خصوص شهدایی که الان این روزا خیلی یادتشون میشه، اینها واقعا دین و بین الله مثلا شهدای اول انقلاب هم به روا از دو کنم اگه میخواید نظری بکنید، یکی شهدای گمنام و یکی هم شهدای اول انقلاب، خیلی نظرشون مجربه انسان، چون اینها انصافا خالصانه در رفتن شهید شدن در راه انقلاب. خدا رو به هم بین روحای طیب و طاهر و پاکیزه انقلاب ما رو به انقلاب جهانی امام عصر متصل بگرد. خدا رو بر فکر قلم و زبان مسئولین این مملکت اون چه خیر و صلاح این امت هست و جاری بگرد. خدا رو وسواس شیاطین استکباری جهان و همچنین شیاطین انسی خلاصه در این اقصانقات دنیا، خدایا این تلبیس هاشون، مکر هاشون، حیله هاشون بر علیه نظام ما رو خدایا بر علیه خودشون بازگردان بر اونها قرار بده. یخربون بیوتهم به عیدی هم و عیدی هم را اشتراخ نمایه رو فمتر روی آقای لفظا. خدایا خونه های خودشون، کاخهای خودشون و اسلحه های خودشون بر علیه خودشون در زمان حیات ما که من دلمون تازه بشه و این داغ دلی که بر شیعیان بودشتن به خاطر مسلمین لبنان و مسلمان های فلسطین، خدایا در زمان حیات ما این داغ رو از دل ما بردار و با شکست و مفتزر شدن همه مستکبرین و کسانی که دشمن انقلاب ما هستن امام زمان رو و مسلمین رو مسلوب و شاد بگردار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.